برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای عبدالغفار اخلاص صیغانی استاد دانشگاه و آقای رابط بین‌الملل در استودیو با ما هستند. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید آقای صیغانی. در رابطه با این که حالا روسیه و ایالات متحده آمریکا تلاش میکنند تا دیدار میان رهبران هر دو کشور صورت بگیره، اگر صحبت کنیم که آیا واقعا در این مقطع زمانی این دیدار امکان پذیر خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و همکاران معظم بیننده های محترم تلویزیون شما. شما حتما میدونید که ایالات متحده آمریکا و روسیه به عنوان دو قدرتی که داره در تعاملات بین المللی حرف میگه و تقریبا حرکت ها و تعاملات سیاسی را سمت و سو میتن، میدونن که وضعیت حاکم و رویه حاکم امروز در تعاملات بین المللی اصل تعامل و گفتگو برای حل تنش ها، برای حل اختلافات هست. دیگر نظام اون نظام نیست که شما وارد یک جنگ شوین برای تحقق برنامه هایتون، که حتما شما بعد از کنفرانس سان فرانسیسکو هم قاعده حقوقی که حاکم هست بر عملکردهای شورای امنیت و این دو کشور عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل را داره، اما بحث اصل تعامل و گفتگو است. حتی استادای حوزه روابط بین الملل دیدشان بعضی است که یکی از موضوعاتی که آمدن حق ویتو را به عنوان یک قاعده حقوقی به کشورها در نظر گرفتن، یعنی که هیچ قدرت دیگه برای عمل شدن برنامهش به جنگ رو نداره. اگر قرار بود که این پنج کشور تانستن به یک توافق برسن و عملی شود، که ایالات متحده آمریکا و روسیه هم دو تا از او کشور هاست و امروز میدانند که تنها راه حل قضایا تعامل و گفتگو است و در صورت نیاز، چون روسیه دیگه روسیه قبلی نیست. شما حتما میدانید که در رأس سیاست خارجی روسیه همیشه سه طیف تاثیرگذار بوده: طیف آتلانتیک گرایان و کسانی که علاقه دارند که به غرب نزدیک شوند، پس از جنگ سرد به قدرت رسیده بودند. طیف دوم هم ملیگرایان است که قدرت روسیه را میخواهند و طیف سوم هم طیف اوراسیا گرایی است که برای آنها قدرتمند شدن روسیه و بعد حوزه آسیای مرکزی، بعد هم حضور در تعاملات بین المللی مهم است که در رأس اینها پوتین قرار دارد. روسیه هم علاقمند هست که در تعاملات بین المللی با ایالات متحده آمریکا نقش داشته باشه و انتظار داره که ایالات متحده آمریکا در تعاملات تقسیم نقش آفرینی بکنه. از جانب دیگر ایالات متحده آمریکا میدانند که دیگر وضعیت و فضای موجود در تعاملات بین المللی به گونه‌ای نیست که تنها قدرت مراودات آمریکا باشه و هیچ کشور دیگر هم سم نده. به خاطر ما است که نگاه ایالات متحده آمریکا هم به پیمان شانگهای به صورت کل و هم بر روسیه به عنوان یک قدرت، به عنوان یک قدرتی هست که میتونه به حرکت های ایالات متحده آمریکا را در این منطقه زمینگیر بسازه و من یقین دارم که این گفتگو صورت میگیره. اینکه باز چه پیامدهایی رو داشته باشه منتظر بشیم که گذشته زمان پاسخ بده. گذشته تاریخی آیا تلاش های برای حل دیدگاه های پرتشنج میان ایالات متحده آمریکا و روسیه هم صورت گرفته بود، نتیجه داده تا حالا؟ به تردید تلاش های صورت گرفته، اما سه مکتب در ایالات متحده آمریکا تاثیرگذار بر عملکرد های رئیس جمهور هستند. شما حتما میدونید که در آمریکا حزب دموکرات ها و حزب جمهوری خواهان همیشه در قدرت بوده. هنگامی که حزب جمهوری خواها به قدرت میرسن، اینا از اصول و رویشی که نهاده نشده توسط مکتب جکسونیزم و ویلسونیزم از او استفاده میکنند، که خیلی اوقات او مکتب تلاش بعضی است که فرهنگ و منافع ایالات متحده آمریکا را با استفاده از ابزارهای سخت به مدت بسیار کوتاه اعمال بکنه، که او وضعیت باعث شده که گاناگای مشکلات به ایالات متحده آمریکا پیش بیاد و نتونه در خیلی، شما میدونید که در خیلی از تعاملات امروز جهانی ایالات متحده آمریکا را روسیه زمینگیر ساخته دیگه. روسیه قبلی نیست، روسیه بعد از دوره جنگ سرد نیست. امروز یکی از اهداف اساسی را که پوتین در رأس سیاست خارجی روسیه تعقیب میکنه، چگونگی زمینگیر ساختن ایالات متحده آمریکا، جلوگیری از تک قطب شدن نظام بین الملل و قدرتمند شدن حوزه آسیای مرکزی و رفتن روسیه دوباره بر تعاملات به عنوان یک قدرت است، که همه این دلایل نشان میده که فرصت ها و زمینه های حل تنش ها وجود داره، مشروط به ازی که جمهوری خواهان به دنبال روش های خودشان نباشه. که شما حتما میدونید که آقای ترامپ ویژگی های شخصیتی خودشان را داره و اصول و روش هایی را که حزب جمهوری خواهان هم همیشه در پیش گرفته، او استفاده از ابزارهای سخت است، که احتمال داره مشاورین موجود در کاخ سفید دیدشان بعضی باشه، که یک نظریه هم در رابطه بین الملل وجود داره که هر قدرتی یک قرن پیش میره، یک قرن بعد همیشه تعاملات به گونه‌ای بوده که قدرت ها جایش باید به قدرت جدید عوض بکنه. این نظریه فرصت از به وجود میاره که آمریکا برای حفظ قدرتشان و برای از اینکه بتونه هنوز اما جایگاه هژمونی خود را حفظ بکنه، باید با یک تعداد از کشورها در مناطق مختلف و در تعاملات مختلف تقسیم نقش آفرینی داشته باشه و این نقش آفرینی از طریق گفتگو صورت در مورد حکومت های هر دو کشور اگر صحبت کنیم که حالا دیدگاهشان چگونه است، که اونا واقعا میخواهند که این دیدار صورت بگیره؟
آنچه هم که شما اعلان کردین ظاهرا حکومت ها و سیاسیونشان آماده از هست وقتی در کشورهایی که توسعه یافته است در کشورهای جهان اولی این دیدار به نظر شما با چی روی کرده صورت میگیره شاید چی موضوعات بحث و بررسی شود روسیه و ایالات متحده آمریکا به ترتیب دو تا قدرت جهانی است در اقصا از نقاط جهان اینا تنش های خودشان را داره حتی در بحث اما آسیای مرکزی بزرگی را که ایالات متحده آمریکا به تعبیر خودش مطرح میکنه روسیه هم دیدگاه خاص خودش داره و در طرف مقابل چین هم دیدگاه خاص خودش را دارن در آسیای مرکزی بزرگ هم تفاوت دیدگاه وجود داره بحث های چند جانبه است که امریکایی ها امروز تلاششون بعضی است که من احساس میکنم که تلاششون هم ناکام شده که تلاش دارن که کشورهای همپیمان و متحد روسیه را در حوزه آسیای مرکزی با وارد شدن به مباحث اقتصادی بکشانند با در یک تعامل با کشورهای جنوبی آسیا و دیدشان بعضی است که وقتی ما مراودات اقتصادی و وجوه اقتصادی میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا را بیشتر بسازیم این کشورها احتمال داره از زیر سیطره روسیه بیرون شوند تا این تلاش ها به نتیجه رسیده تا اوکنون نفوذی را که روسیه داره و خصوصا پیمان شانگهای را وقتی به مطالعه بگیریم روسیه هنوز توانسته که جایگاه خودش در حوزه آسیای مرکزی برای تحت کنترل قرار دادن پنج کشوری که بعد از اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد این هنوز هم حفظ بکنه و در عین حال پیمان شانگهای به عنوان یک پیمان تدافعی امنیتی در برابر ناتو و منافع غرب در حوزه آسیای مرکزی تحت مدیریت چین و روسیه خوب توانسته کار بکنه امروز شما میدونید که دو همپیمان ایالات متحده آمریکا در جنوب آسیا که هند و پاکستان باشه دو کشور اتمی را پیمان شانگهای در کنار خودش به عنوان عضو دائم داره و این نوید ازیره میتا که روسیه توانسته در حوزه سیاست خارجیش با توجه به تعریف دقیقی را که از مراودات موجود بین الملل داره خوب عمل بکنه آمریکایی‌ها یک راه در پیش دارند و اونایی هست که چگونه راههایی را باید تعریف کنند و بسنجند که برای روسیه هم نقش بتن روسیه را دیگه قدرتی را که امروز داره نمیتونه آمریکا نادیده بگیره و وضعیت گذشته که بعد از آمریکا باشه که برای کشورها خط مش تعریف کنه که چگونه پیش برند با توجه به اینکه اصل وابستگی متقابل و نیازهای متقابل حتی میان قدرت‌های کلان و کشورهای کوچک وجود داره امروز شما هیچ کشوری را نمیبینید که وابستگی متقابل داشته وابستگی کامل داشته باشه وابستگی بر اساس نیازهای متقابل است و آمریکایی‌ها هم به کشورها و مراودات میان کشورها نیاز دارند آقای سیغانی این تلاش ها برای دیدار دو رهبر از روسیه و ایالات متحده آمریکا زمان صورت میگیره که ایالات متحده آمریکا و ایران در یک تشنج امین اکنون به سر میبرن فکر میکنید که این موضوعات میتونه تاثیرگذار باشه بالای تلاش ها برای دیدار دو رهبر قدرت ها یک اصل را در سیاست خارجیشان پیش میگیره که از هر وضعیتی به وجود آمده در تعاملات بین المللی باید به نفع منافع خودشان استفاده بکنه یک مقوله وجود داره در حوزه سیاست خارجی که هیچ دوست و دشمن دائمی وجود نداره آنچه که دائمی است شما چگونه میتونید منافعتان را کسب بکنید که به تردید اگر دید روسیه بعضی باشه که از تنیشی موجود میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که یک تعدادی از کشورها به حمایت از جمهوری اسلامی ایران برآمده از این استفاده بکنه و رابطه خودش نزدیک بسازه و حرفا و اهداف خود را به بالای ایالات متحده آمریکا اعمال بکنه شاید یک از دلایل امی باشه ولی آنچه که وضعیت عمومی محیط بین الملل حکم منشور سازمان ملل متحد و موجودیت قواعد حقوق بین الملل ایجاب از این میکنه که برای عمل شدن برنامه ها و برای اعمال استراتژی ها تنها راهی که وجود داره تعامل گفتگو میان کشورها است و شما با ابزارهای نرم باید به هدفتون برسید دیگه فرصت از اینکه شما استفاده از ابزارهای سخت بکنین او گذشته برای می بوده که پس از جنگ سرد تا اکنون هم یا ما میان ایالات متحده آمریکا و روسیه جنگ سرد داشته بودیم یا صلح سرد یعنی که توسط همون کشورهای متحد خودشان یا این جنگ را ادامه دادن یا از راه گفتگو و تعامل وارد شدن یکی از تشویش ها و نگرانی هایی هم که روسیه داره چگونگی عمل کرده کشورهای حوزه آسیای مرکزی با کشورهای جنوبی آسیا است که در اون قسمت به تردید ایالات متحده آمریکا ناظر هسته و یقین دارم که روسیه ظرفیت از را داره که ایران مدیریت بکنه و در عین حال قول اقتصادی مانند چین هم در فعلی خودش بله. داره بله. سیغانی در رابطه با گذشته تاریخی میان ایالات متحده آمریکا و روسیه اگر بحث داشته باشیم همواره روابط میان مسئله حکومت نیم میان مردمان این دو کشور چگونه بوده؟ همیشه تنش ها میان حکومت هاست
ملت ها خیلی در بحث تنش ها نقش نمی داشته باشه، حتی در میان بازرگانان هم تنش های وجود نمی داشته باشه. این اصل تقابل منافع میان حکومت ها و میان کسانی هستند که به قدرت سیاسی دسترسی داره، که احساس میکنم در او حوزه مردمان هر دو کشور و شک وجود نداره که هر دو کشور منافع مختص خودشان را دارن، منافع ملی دارن که گاهی در تضاد منافع قرار میگیره. اعمال از این منافع کار سیاستمدارا و کار طبقه حکومت کننده است. طبقه حکومت شونده و مردم به دنبال از این هستن که چگونه بتونن در فضای امن زندگی بکنه، با توجه به اینکه اصل احترام متقابل میان کشورها را هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده شهروندان کشورها در نظر میگیره. بله، سپاسگزارم آقای عبدالغفار اخلاص ایغانی، استاد دانشگاه.